در برنامه های آینده به زودی برنامه داریم تعریف میکنیم، توضیح میکنیم که با بودن بچه های ورزشکاری مثل دوستانم آقای کیفر، آقای نوروزگار، دوستان دیگه ورزشکاری که در تورنتو هستن، برنامه ورزشی رو میخوایم برای فوتبال تورنتو آماده کنیم که انشالله به زودی گزارشش رو خواهیم داد که در روزهای یک شنبه فکر میکنم این برنامه رو برنامه کنیم که مناسب باشه که ورزش تورنتو رو نگاهی کنیم. میخوام به طور خلاصه یه خلاصه راجع به این برنامه بگید و آینده‌ای که میخوایم برای فوتبال تورنتو داشته باشیم. جناب سفری، من فکر میکنم که در همونطوری که در فوتبال ایران ما نیاز به پرورش بازیکن‌ها در تیم‌های پایه داریم، در فوتبال خودمون در تورنتو هم همین نوع هستش. در گذشته دوستان خوبمون مربیان خوبی داشتیم که زحمت‌های زیادی کشیدن و جا داره که قدردانی بکنیم ازشون و تیم‌های خوبی درست شد در تورنتو، مثل گلداین با آقای میرحمدیان. بله. و به هر حال اینها یه برنامه‌ریزیایی بوده که توی چند سال انجام شده و این احتیاج به عواملی داره. این عوامل هم همین مدیریت و اسپانسر و برنامه‌ریزی هاستش که ما انشالله بتونیم تو روزهای یک شنبه در مورد همین برنامه و عواملی که باعث رشد فوتبال ما، فوتبال جوانان ما، نوجوانان ما و بزرگسالان ما در تورنتو میشه بحث بکنیم و بتونیم هر هفته یه تاپیک داشته باشیم از بچه‌هایی که ورزش کردن، فوتبالیست بودن و در ایران در باشگاهی کار کردن، بتونیم از نظراتشون استفاده بکنیم و نظراتشون رو با همدیگه یه ساختار جدیدی رو به وجود بیاریم در فوتبال تورنتو که در این بین نوجوانان و جوانان عزیز تورنتو ما، بچه‌های ایرانی ما بتونن ازش استفاده بکنن. ما کامیونیتی‌های مختلف هستش، مثل ایتالیایی ها که خودم باشون کار میکنم، الان من با نوروزگار کار میکنیم باشون و این کامیونیتی‌های مختلف میبینیم که همشون منظم و در رشته نوجوانان و جوانان و بزرگسالان دارای استادیوم، زمین‌های مناسب و من فکر میکنم بعد از 15-16 سال با ازدهام جمعیت مشتاق ایرانی و علاقمندی خانواده ها به فوتبال، به رشته فوتبال، من فکر میکنم که زمانش باشه که حداقل ما و اسپانسرهای عزیزمون و تمام دوستان دست به دست همدیگر بدیم و بتونیم که یک محیط خوبی رو به وجود بیاریم که نوجوانان و جوانانمون لذت ببرن و بتونیم فوتبال ایرانی رو، فوتبال زیبای ایرانی رو با تکنیک ایرانی رو که مشتاقان زیادی داره رو به تورنتویی‌ها نشون بدیم. امیدواریم. انشالله حسین جان، شما در یک دقیقه خیلی خلاصه نظرتو بگو راجع به برنامه که در پیش داریم. فکر میکنم که در حال منظور از این برنامه بیشتر به استفاده از کسایی هستش که در حال یک تجربه داشتن، یه تجربه دارن و فوتبال بازی کردن و به هر حال به هر شکلی بتونن کمک بکنن به فوتبال بیشتر نوجوانان و جوانان تورنتو، بچهای ایرانی که اینجا هستن، کسایی که از ایران جدید میان، کسایی که قبلا بودن، در حال هر کسی که بتونه به هر نوعی کمک بکنه، من فکر میکنم بیشتر منظور این برنامه این هستش. بله، امیدواریم. خب رفته رفته تعداد جماعت ایرانی در تورنتو در کانادا زیاد میشه و بچه های جوان و نوجوانی که دوست دارن ورزش رو، علاقه دارن، حالا فوتبال، والیبال، بسکتبال، هر رشته ای که هستش رو، ما سعی داریم که روزهای یک شنبه رو به ورزش تورنتو اختصاص بدیم. حالا بیشتر با فوتبال شروع میکنیم و در آینده به ورزش های دیگه هم خواهیم پرداخت با دعوت از بچه های کارشناس، تجربه دار و قدیمی تیم های فوتبال ایران که در اینجا حضور دارن و زندگی میکنن و مربیان شناخته شده. این برنامه رو تعریف خواهیم کرد و در روزهای یک شنبه به شما از آن ارائه خواهیم داد. تشکر میکنم. منتظر صحبت ها و آگهی های بعدی باشید که این برنامه رو که اعلام خواهیم کرد در رابطه با ورزش تورنتو خواهد بود، از روزهای یک شنبه آغاز خواهد شد با حضور دوستان ورزشکاری که در تورنتو زندگی میکنن. از دوستان خوبم تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردن، اومدن امروز در برنامه و در برنامه هم که نویدش رو دادیم بیشتر در برنامه آینده با ما خواهند بود. و از اتاق فرمان تشکر میکنم، مهدی عزیز که این تصاویر رو برای ما داشت، و از شما که بیننده برنامه بودید تشکر میکنم، همینطور از کوین نجفی عزیز، مشاور ناماشتای املاک که رکورددار فروش از کمپانی پرفروش سنچری 21 هستن و یکی از حامیان همیشگی
برنامه‌های ورزشی ما بودن و امیدواریم که امثال کوین نجفی عزیز که اسپانسر هستن و میتونن در واقع در برنامه‌های تلویزیونی کاری کنیم که بچه‌ها رو به ورزش بیشتر بکشونیم و شاهد رشد و شکوفایی بچه‌های ورزشکار اون در تورنتو باشیم زیادتر باشن تا بتونیم برنامه‌ها رو بهتر و بهتر براشون انجام بدیم. هر کجا که هستید ورزشکار تندرست و سالم باشید و به اتفاق دوستانم که اینجا حضور دارن از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم تا برنامه‌ای که شما رو باز هم ببینیم. خدا نگهدارتون.